بسم الله الرحمن الرحيم. د شمشاد نړیوال رادیو تلویزیون قلبونه دونکو او د اوڅا د خبرونوالو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. ادرون دونکو دا یو ځل بیا ځاسې بلاو تکسر لګران همکار هنه جانې د دې خبرونه کوربه توپ په غاړه لرو. ادرون دونکو مونږ په دې ونه کې داسې یو تکړه انجلۍ سره مرکه لرو چې دا انجلۍ باوجود د دې چې یو معلوله ده، یعنی دا ډېر یو تکړه انځورګره ده. زه به نور د دې خپل د میلمنې په اړه معلومات نه درکوم، وار به ورکړم خپل همکارې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه همکاره دلوکو زما سلامونه او نیکی لی هم ومنئ. نن موږ راغلي یو هغه کور ته چې د خپل زړه اواز د کاغذ پر مخ د خپلو هیوادوالو ته وړاندې کوي. دا د ربابا محمدي کور دی. د هر څه نه مخکې د ربابا محمدي لنډه پیژندنه. ربابا محمدي په 1909 لمریز کال کې د غزنی ولایت په مالستان ولسوالۍ کې نړۍ ته سترګې پرانیستې دي. 14 کلنه ربابا په دې پوه نه وه چې د هغې لاس او پښې حرکت نه کوي. کله چې پوه شوه ربابا محمدي د مور نه معیوبه پیدا شوې وه، بیا یې هم خپل همت د لاسه ور نه کړ او خپلو هیلو ته یې ځان ورسوه. ربابې محمدي هغه مینه چې د انځورګرۍ سره درلوده په دې وس پیدا کړ چې په یو کال کې انځورګري زده کړي. اوس مهال ربابې 14 بیلابیل سره انځور کړي دي. د ربابې محمدي د حیرانتیا وړ کار دا دی چې د انځورګرۍ په هنر کې استاد نه لري او دغه هنر ته پرته له استاده دوام ورکوي. السلام علیکم. السلام علیکم. موږ ته اجازه راکوئ چې نن داسې سره خپرونه وکړو؟ بله. تاسو خو لنډه پېژندنه ولیدله، په دې هیله چې د ربابا جان په هکله مو معلومات ډېر شوي وي او دا د موږ راغلو او دلته د ربابا جان سره ناست یو او په دې هیله چې تاسو زموږ خپرونې تر پایه ملتیا وکړئ. د لومړۍ پوښتنې په صفت زه به دا ووایم چې تاسو خو لیک او لست په کورنۍ کې کړی دی او په کورنۍ کې مو زده کړی دی، نو په کورنۍ کې تاسو سره څوک ډېره مرسته کوي؟ خو ما را هیڅ کس درس نداده، خودم به خانه به کوششای خودم هم مقدر شدیم و حتی نگفته که الف چه قسمی یا بی چه قسمی، خودم با کوششای خودم زیاد کوشش کردیم که یک چیز یاد بگیرم و مقدر یاد گرفتیم که یک خط بخونم. څنګه مو کولی شو چې په تنهایی باندې دغه لیک او لوست تاسې زده کړئ؟ خب وقتی که اول ما از همه خواهران که در کلان هستم خودم که اونا اول که مکتب می رفتن ما بسیار جگرخون می شدم، از پوشش می دیدم که چه قسم لباس های خودم می پوشن و میرن بگ خود می گیرن میرن مکتب می آین کارخانگی خود انجام می تن، بسیار جگرخون می شدم. می گفتم که ما که از اینا که در کلان هستم اما مکتب نمی رو می چه قسم، واقعا خیلی جگرخون می شدم. باز خودم وقتی که خارم نوشته می کرد و یا درس میخوند من قلمایش می گرفتم اما تو کم کم اونا میگفتن که اسم چه قسم میایه و یا کتاب چه قسم نوشته میشه، کتابچه چه قسم نوشته میشه، ربابه چه قسم نوشته میشه. باز من اما تو کم کم با کمک های خواهرایم کم کم میقدر شدیم و زیادتر خودم کوشش کردیم. تا سنگ در احساس پیدا شده است بخلا بادی نخشی اوکی؟ من اول خودم امرای پایم نوشتم، تا قلم میگرفتم کوشش میکردم که امرای پایم نوشته کنم اما بسیار زیاد مشکل بود. باز خودم قلم بدان میگرفتم مجبور شدم که دستم کار نمیکرد، امرای پایم هم نتانستم، مجبور شدم امرای دارم بگیرم. کم کم اما تا اول خط خط میکردم تا تمرین کردم و کم کم نوشته کردم امیقدر شدیم. باز امید احساس داشتم که یکان بار میگفتم که آیا موفق میشم که امرای درم یا نوشته کنم و یا نقاشی. بعدا اطمینان داشتم، اطمینان کامل داشتم که میتونم که امرای دهن نقاشی کنم یا نوشته. په خولی باندې دغه رسمی کول یا انځورګري تاسې ته د لاسونو په پرتله ستونزمنه نه ښکاري، څومره تکلیف تاسې ته رسوي؟ خب من هیچ تجربه نکردم که امرای دستم نقاشی کنم و یا اصلا تجربه نکردم. مقصد میقدر میفهمم که امرای دهن که زیاد روز تا شب که مثلا تو قلم تدادانت بگیری و امرای تو نقاشی کنی بخی دندانت درد میگیره و یا بخی دندانت خواه میره، باز خستم میشه آدم. مثلا امرای دهن مشکل است.
کله چې تاسو په خپل باندې انځورګری کوي یا هم مناقشه یا کوم شی رسموي نو ځان سره نه مایوسیږي کې چې کاش لاسونه مې جوړ وای او ما پلاس باندې دغه انځور کله وای خب اگه نقاشیم که ظلم شوه و قدرم نه اما اگه ظلم نشوه و دم لذا پاک کنم و خراب بشه واقعا خیلی جگرخون میشم میگم اگه امروی دست اگه من امروی دستی رو میکشیدم خدا میدونه میشد نقاشی شاید از ظلم میشد اما حال که امروی دم میکنم خب از ظلم شوه خوش میشم اما اگه ظلم نشوه بسیار جگرخون میشم پا چومره موده که تاشو دنزورگری دقا حتی ورسیده؟ یک سال میشه پرتون دیگه چه بلند رایی چیزه با انزور کری کهی؟ خوش دارم طبیعت رسم کنم واقعا طبیعت بسیار زیاد خوش دارم اگر دست پا می داشتم خون شاید می رفتم یک جایی که از رویش رسم کنم مثلا لب دریا می رفتیم خب اینجا خود دریای خاص نیست مقصد مثلا یک جایی خاص می رفتیم که از رویش مثلا من خوش دارم واقعا طبیعت رسم کنم یک جایی خوب باشه که آدم بره طبیعت رسم کنم خیلی دوست دارم اترو سره سره کومې مرستندوی ټولنې او دولت مرسته کړې ده؟ نه خیر، هیچ کس به ما توجه نکده. خودم هم چند سال پیش هم مادرم بسیار به مؤسسات مختلف رفتن. حتی خودم را خواستن رفتم، بسیار کوشش کردم میگفتم یک ویلچر به من بتین که مثلا پیش اولی بشینم اما قدرم به ما توجه نکدن و صدای شنیده نشدن. یو انظور کسیم رو وقت که جوره وی؟ خب هر رسم فرق داره اما اگه چهره باشه تا پنج روز شش روز همون تو میکشم کش میکنم که زودتر خلاص شوه اگه مثلا آهسته آهسته بکشیم یک هفته طول میکشم لنزورگری پرت تا چه دنور رو کم بوختی ها وجوگه است؟ من خب کار خاصی نمیکنم فقط اگه بغیر از رسامی مثلا کتاب قصه باشه زیاد خوشم میایه میخوانم و یا تلویزیون میبینم خب من روز تا شب خانه هستم کاری خاص نمیکنم فقط یا کتاب میخونم و یا تلویزیون کوم ډول انځورګری کولی شئ او د انځور د تکمیل نه وروسته څه محسوسوئ خب من تنها پنسل کار میکنم هیچ تجربه ندارم به نقاشی های رنگه هیچ کاری هم نکردم وقتی که نقاشیم خلاص میشه بسیار خوش میشم و طرفش میبینم میگم اگر دیگه اگه باز امید رسم دوباره بکشم خدا میتونه که چقدر بهتر شدیم بسیار خوش میشم و بسیار با ارزش فکر میکنم نقاشی من تروس هم خپل انزور کرده؟ نه خیر ایج وقت خود من رو نکشده پاینده که زنگه پاینده که پلان لره چه خود زن رسم کهی؟ خب اگه خوب شوم اگه بهترتر شوم اگه به چهره رو خوب یاد بگیرم انشالله چرا نه حتی شاید همه خانواده بکشم ډیری داسې کسان دي چې هغې روغ دي او د خپل ژوند نه مایوسه شوي دي تاسې یو وینا هغې ته څه ده پیغام و یعنی څه ده هغې ته خب هر کس که تن سالم جسم سالم هوش و ذکاوت که دارن چرا ازش استفاده نکنن و از فرصت استفاده کنن مایوس نباشن و امید به زندگی داشته باشن تا پیشرفت کنن تا چیزی شوه اوز لنده دملر چند نفر کورنۍ کې څو تنه یې؟ هفت نفر چند خواهر چند برادر؟ دو برادر هستیم سه خواهر درانه دون که اوز بلد شو دو دید مور سر به خبری وکو سلام علیکم که مختص ندیره بابا جان په حقله و پکتو نو مهم خبری به چه بی؟ ما در اینوان یک مادرم خواستای به نمی است که باید صدایش را دولت بشنوه دیگه حقوقش زیر پای نشنوه چیز که ازی پیش رنج دیده ازی پاس نمیخوایم رنج ببینه دیگه اوسیلیش نداره نه ای اوسیلیش داره نه ما اوسیلیش دارم نمیخوایم دیگه حقوق زیر پایش نه نمیخوایم دیگه در کنج خانه زندان باشه اگر دولت افغانستان است اگر صدای یک ملت میشنوه باید صدای رو بشنوه باید صدای رو باور بشنوه باید سازمان ملت صدایش بشنوه باید حقوق بشر بشنوه وزارت شهدا و معلولین بشنوه کجایه؟ چه کده که حتی ده ها بار دفتر رفتم از بار یک والچه ما تا انوزه از دولت افغانستان از دفتر شهدا ملی ما یک والچه گرفته نتونست یه دولت یعنی از خواستای از ما زروا بست خو
په دې هلته باید دونه د ساسو غږ واورېدل شي، د بابا جان له کس مدرسه ووایي چې حقوق پایمال نه شي او د هغوی سره مرسته وشي او انشاءالله دا کار به وشي. او په دې هیله چې باید دونه بابا جان هم خفګان ونه لري. بابا جان په څنګه خوشحالیږي او په څه باندې خفه کیږي؟ خب بابا جان وقتی که یک بنده خدا یک انسان که 16 سال در تمه خانه بمونه او قدر حوصله نداره، در اندک چیز دلش خوش میشه، در اندک چیز سرش فشار میه کم حوصله میشه، حوصلهش سر میره، دیگه مجبور است یک از دل زی رفتار کنی. در از این خوش میشه که باید خوش باشه دیگه، همه چیز از دلش باشه، خوش چکر بگرده، از خانه که بیرونش خوشه. یک چیزی که از دلش رفتار کنی، از دلش کنی، یک بنده خدا یک قلم میره بلدش دنوزو خوش میشه که ما یعنی قلم فلانی ورده ما قدزی رسامی منم، ما قدزی نوشتم نم، یک کاغذ کتابچه میره ما فلانی ورده ما از روی زین نمیدنم یک قاشی منم. دیگه خواستای روبابا یعنی میسته، دیگه از روبابا در یه اندک چیز دلش خوش هست، اندک چیز دلش باره. مرشانی دیره بابا جانی پا وجود کنار کمی وقتی همشته دی؟ توانایی روبابا خیلی زیاد است. وقتی که یک نفر قلم را قدان خوب بگره، یک چیز رسامی کنه، یک چیز نوشته کنه، تلفون قدی یک انگوشت پاکی کار کنه، این تواناییش خیلی زیاد است. این فکر از این خیلی زیاد است. چی کنی درش رسیدگی نتونستی؟ چی کنی درس خوانده نتونستی؟ چی کنی که یه توجه نتونستی؟ تا امی 16 سالا یه خیلی یه 16 سالی اگه درس میخوان یه اگه درش رسیدگیم شد یه توانایی خیلی زیاده داشت، توانایی خیلی بیشتره داشت. چی کنم که درش رسیدگی نتونستم؟ درش رسیده نتونستم، اقتصاد ضعیف بود، درش رسیده نتونستم، حتی یک قلم از خانه بلدش خریده نتونستم. بچه منی قلم اینی کتابچه تو هر چیز که خواست شده من نوشته کن، یعنی میرم ما درش تنوزه نتونستم. کتابچه چتل نویسی همشیرای خود قصه کرد، گفت بردم قد کتابچه چتل نویس در روی خانه افتاده بود، بردم قد دان خود گرفتم فرش کنده کدم، بردم در زیر فرش ایر تاشه کدم، باز سبایشی دودن قلم از امشیره خود دوزی کدم بردم ولی ششتم. گشت از ما سوال کرد، انو از ما سوال نکرد، گفت یه چیز منه قد دان خود کش کار نمیتونه. رفت از مادرم سوال کرد قلم موش ندیدی؟ و گفت نه. باز یک رفت گفت ما از او پس یک ماه دیگر گفت یا که برمشت از خانه، گفت ما مارت مورس تای فرش میوردم کس نبود، گفت ما امی کتابچه چتل نویس را گفت ما بالش نوشتم کدم، ما چیز خیمخیم میکردم که ما باشت میتونم نمیتونم. کلا چی تاسی مایو با رو بابا گوری نو تاسی چوم را مایو سکی گی، او کلا چی دری رو بابا جانی تاسی اقا همت گوری نو تاسی تا چه احساس پیدا کی گی؟ مایو بینی رو بابا که مایو بستم ایرم شاید که بیشتر احساس نکنه، مادر پدر خود هر کس ما نمیبینه احساس منه که چی درد و رنج آدم میبینه، خصوصا یه اولاد سالم یه دیگه احساس داره، یه روبابا جان دیگه احساس داره. خب چی بگم که وقتی که تواناییش میبینم خیلی خوش میشم، سن خوش که میبینم خیلی جگرم خون میشه. خب امسینیاشی شاید دانشگاه باره، شاید دست خوندهش تو از پاش شده شد، یه درس نخونده چی کنم؟ یه نبیزی فرموشت نیه؟ نیه فرموشت نمیشه، درد ازی بشتر با ما میشه، درد ازی زیاد ترک ما احساس منم. وقتی نقاشیم نیه چیز قلم قدانه میکره نوشتم نه، این درد ازی من بشتر در جان احساس منم. خب فرموشت نیه درد رو بابا. خب خدا توانایی رو بلدش داده که شاید امزی توانایی استفاده کنه که اگر نقاشه اگر هر چیزی نوشتم نه قدان خود زحمت میکشه بلدش خود جا زحمت میشه. مرجان تاسو په دې خبره باندې مایوسه کیږئ مه، ځکه چې تاسو لور دا اوس هم ډیر لیاقت لري، دومره مچور سره کومک کړی ده، دومره هم نور سره مرسته وکوي، انشاءالله تین یو ښه استعداد لري، د دې استعداد ته تاسو رشد ورکوئ. خب تشکر شما که عذاب شدید آمدید خانه ده صد مشکل پیدا کردید، دیگه ما مروم کار دروم، این اگر امرای روبابا جان صحبت درید، سوال درید، از خود چی بپرسید، از دردهای دل خوشاید قد صحبت کنه، بوگ خدا شمو، دیگه اگر رسامی بلدش میکشه کن رسامی بکشه، دیگه ما مروم از پیش شمو، تشکر از شما که زحمت کشت. دردن رو کوپ دیوک کلر دمال رو؟ آه
بابا جان لکه سمې شمور دی وی چې کله نه وای خپل لیک ورسته او رسنیسته کې نو د خپل خوایندو قلمونه به دې بتاول لیا غلا کول نو هغه وخت نه مایسته کېږي دا قلم سی به مې خور راشي او ما نه وای وغړی راستش زیاد به تشویش میشدم که اگه ای بره به مکتب اگه استاد کاری مثلا کارخانه کار سنفی بته باز اینا چی کنه به قلم باز به تشویش میشدم اما به تشویش خودمان بودم که میگفتم خیر است ادقل من خو یک دو روف که یاد میگیرم به پیش خود باز اولیهاش به تشویش میشدم بعدا اونا میامد از مادرم بزر پیسه میگرفت میرفت دیگه قلم میخرید مقدرم نه بتشش نمیشدم اولیهاش همون تو کم کم بتشش میبودم اما آخرهاش عادت کرده بودم رنگم دوزی میکردم کتابچه چطر نویزم روی خانه که منداخت میگرفتم رنگم دوزی میکردم مثلا یک رسم گودیگر میکشدم رنگم میکردم بسیار شوقم میامد ولی اونا پشت رنگه اوقدر نبودن پشت قلم خودکار پنسل زیاد بودن د خپل خوینو مو څومره کتابچه او قلمونه پټ کړی دي خوب رنگه زیاد دوزی کردیم اما خودکار پنسل شاید 5-6 دانه دوزی کرده باشه ربا بجان اکل چی موک نوی راخل نه بدی رسم بعد کار کولو نه کی دا رسم بوس موک تکمیل کی؟ البته خطش کولی شی خپل کار پیل کړی چې ربابا جان څومره ښکلی انځورګري کوي او دا کار که بل څوک په لاس باندې وباسي خو صحیح ده اما په خولې باندې وباسل یو انځور هغه هم دومره مشکل انځور چې د مخ کاسه ده او د مخ رسمي ده نو دا ډېر مشکل کار دی زه به هم تاسو لږ څه کوشش وکړم که لږ څه یو شی ولیکلی شم په خولې باندې خو دومره هنر دومره ښه ماهر چې څومره ربابا جان ده عمره څوک نشي کېدلی او ډېری خلک دي چې په لاس باندې رسمي کوي خو دومره ښکلی چې ربابا جان پخلی باندې رسم کړی دی ډېر مشکل دی خو زه به هم یو کوشش وکړم لیدونکو خو تاسو ما باندې وخندی خو بیا هم وګورئ چې یو جوړ انسان دپاره د پخلی باندې لیکل څومره مشکل دی هنا جان تل د چی ولیکل همکاره واقعا چې ډېر مشکل کار دی او ما صرف غوښتل چې د بابا ولیکم خو ډېر خراب راغی او لیدونکو ما تاسو تجربه کړله چې څومره مشکل کار دی او ماشاءالله د بابا جان کې ډېر استعداد دی او خو یې پخلی باندې ډېر ښه انځورګري کوي ما خو صرف نوم ولیکل او انځورګري او رسم کول خو یو ډېر مشکل کار دی نو آفرین دې په بابا جان باندې وي درلودونکو په واقعیت چې بابا جان دا تصویرونه چې وباسلی دي دا ډېر استعداد وړ ده نو زه دې ته اصل و نسل نمره ور کومه او هینا جانی تا تا اصل نه پینزه نمره در کومه سمه ده؟ دیم تا که بیا هم چیز اصل نمی پینزه نمره بدو خراب خط بانی ولی کل یوڑلی نو خط خبر ده بیا هم رو بابا جانی تروس همو چون انزور اون انزور کردی دی؟ خب زیاد کشیده اما زیاد دی روزا گمام شده ما چون هر کس نفرهای شخصی که آمده پرانده دیگه برای مرد مثلا برای کاکای مام کشیدیم برای دوستای قومی های من کشتیم مقصد زیاد کشتیم اما یک 40 دانه برای خودی مانده رو بچن ایداس و دخبال خواهی نونه قلمون و بزلون درسمی دیم برای اخلاق کول در دوست خلق پیدا شد چیز آسو رسمیان اخلاق کوی دیده جلبه بده اکم خواه خوینو مون باستاسی انزولون و گروه سمه ده؟ سمه ده دلیل کو تاس
خو انزورینه امو خو انزورینه ولی دل بده هیچ خوشی ببی از ما خو دیر خوش ول او از ببی تا پکتن زراشو در بابا جان ایلوی ارمان دیسی دایی؟ خو ما سه تا آرزوی بزرگ دارم یک نقاش خوب شوم دوم صلح آرامی به کشور میخوایم واقعا این آرزوی بزرگم است سوم زبان انگلیسی رو به سطح حالی یاد بگیرم و همچنان برنامه های کمپیوتری بسیار علاقمند هستم و تواناییش هم دارم که انجام بدم. تولنیزی رسانه خوز در جوان او برخه در تست سنگه در دی جوان در دی برخی نموگرد اخیسته ده؟ آره خیلی استفاده میکنم. پس چه قسم استفاده میکنی از این رسانه ها؟ اگه فیسبوک مثلا استفاده نکنم بسیار دیق میارم وقتی که دیق میارم دلم تنگ میشه فیسبوک استفاده میکنم تا هوایم دیگه شوه روبا بجان ایدی تا وقت نمو گفتی نسده؟ خب من میخوایم از دولت، از سازمان ملل، از حقوق بشر میخوایم که به من توجه کنن من میترسم که هر کس به من که من حمایت میکنه در این روزا هر کس حاضر است میگه که میای استاد من نقاشی یاد میده استاد نقاشی بسیار حاضر شده اما میترسم که دو روز من حمایت کنه روز سوم بازم و باز من پشت من رها کنه و باز پشت من خالی کنه من نمیخوایم که حقم زیر پای شوه من نمیخوام که زیر پای شوم من میترسم که زیر پای نشم و میخوایم که بابا توجه کنن خصوصا از سازمان ملل از حقوق بشر میخوایم که بابا توجه کنن صدای ما رو بشنون و هر کس که مثل ما هستن لطفا ازشان خواهش میکنم که صدای ما معیوبا و معلولین ها رو بشنون تاسو نه ډېره مننه چې زموږ د سوالونو ځوابونه مو موږ ته راکړل او موږ ته مو خپل انځورونه راوښودل او یو انځور مو هم موږ ته انځور کړ تاسو نه هم مننه لیدونکو دا زموږ نننۍ تاسو خبرونه دي ولته مو ډېره زیاته مننه په خپل سلام موجود باندې شکر وباسئ تلبیه تاسو پاکه سره الله ماشاءالله